یک مرکز درمانی که کاملا توسط داوطلبان اداره می شود. پزشکان، مشاوران و کارمندان پذیرش. هر کس که توانش را دارد دارو اهدا می کند. به کسانی که بیمه ندارند و به خدمات بهداشتی دولتی دسترسی ندارند. بیشتر مراجعان ما کار، پول و زندگی امیدشون رو در طول 3 سال گذشته از دست دادن. خیلی از بیماران پولی برایشان نمانده و حالا احتمال دارد کشور هم دچار همین بیپولی شود. دولت یونان میلیاردها دلار پول قرض کرده تا بانک‌ها رو سرپا نگه داره. در همین حال اونا مردم رو از دسترسی به خدمات بهداشتی منع می‌کنن، به بیمارا دارو نمیدن. چرا؟ هیچ کس نمی‌داند این وضعیت به کجا کشیده می‌شود. دولت زیر فشار سنگین قرض دهندگان است و دنبال پول می‌گردد، از هر جایی که باشد، و صدای خرد شدن به گوش می‌رسد. از روزی که یونان اولین کمک مالی بین‌المللی بزرگش را قبول کرد حدود 5 سال می‌گذره. به نظر بسیاری شرایط از اون زمان بدتر و بدتر شده. حالا دولت سر دوراهی سختی ایستاده، یا باید توافقی که مثل توافق قبلیه رو قبول کنه و تن به ریاضت بده، یا باید بازپرداخت وامهاش رو معلق کنه. اکثریت مردم یونان نمیخواهند از اتحادیه اروپا خارج شوند، اما من قطعا ورشکستگی رو انتخاب نمی کنم. این چیزیه که خیلی ها نمیتونن تحمل کنن. هنوز یونانیایی هستن که میتونن هزینه‌هاشون رو پرداخت کنن، اما در صورت ادامه ریاضت ها خیلی ها با مشکلات جدی روبرو میشن. در جزیره آویا، یک جامعه دوستدار محیط زیست به دور از دغدغه‌های زندگی شهری، گروهی از مردم یونان به دنبال شیوهی جدید برای زندگی هستند. اما هر تصمیمی بر زندگی تک تک افراد اثر می‌گذارد. از یک جهت شما از بحران فرار میکنید، اما از طرف دیگه شما همچنان در همون محیط هستید. همه خانواده، دوستان و عزیزانم در شهر زندگی میکنند. این که چه اتفاقی خواهد افتاد قابل پیشبینی نیست. پیشفرض ها در مورد تصمیم یونان برای خروج از اتحادیه اروپا در گذشته درست نبوده، اما الان شکاف اعتقادی در جامعه عمیق‌تر است. حالا ماندن در پول واحد مبارزه‌ای بزرگ شده. کریس موریس، BBC News، آتنز.